میخواهیم که آن چیزهایی که پیغمبری خدا از نشانهای قیامت به ما و شما خبر دادن یک جایه گوش اندازید. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال بادروا بالاعمال سبعا حتى تنتظروا الا فقرا منسيا او غنا متغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. این حدیث از زبان پیغمبر خدا و از محب او و یار او ابو هریره روایت می گردد. این حدیث را افتتاح سخن من از این حدیث شروع کردم، زیرا که در داخل این حدیث بعضی از عملهای هست که به نشانهای قیامت تعلقت دارد. ابو هریره را همه ما و شما شناختیم، از جمعه پیشین دانستیم ابو هریره کی بود. ابو هریره یکی از محبای پیغمبری خداست. 4 سال حضرت از سال 7 هجری تا دم آخر حیات پیغمبری خدا که 11 هجری در خاتمه یافت، 4 سال در صحبت پیغمبری خدا بودند. 4 سال شبانه روز خدمت پیغمبری خدا را کردند. خوش به حال شان، خوش به حال شان که جمال پیغمبری خدا را دیدند و دعای پیغمبری خدا را گرفتند که از زبان او من بر شما روایت کردم، که در دل همه ما و شما محبت ابو هریره داخل شد، محبت مادر ابو هریره داخل شد به سبب دعای پیغمبر در حق ایشان. لیکن بزمی این قدر محبتی که به پیغمبر داشت، حضرت بسیار قشاق بودند، بسیار فقیر بودند، هیچ چیز از دنیا چیزی نداشتند. خود حضرت میگوید، والله میگوید، قسم به عظمتی خداوند که تا 3 روز میشد که ابو هریره چیزی یافته نمیتونست. تا 3 روز ما و شما روزه ماه مبارک میگیریم که در بین از سحر میخوریم تا بیگه میخریم، بین 10 ساعت یا 15 ساعت فرق ننده ده، حال ما چقدر دیگرگون میشود. حضرت میگوید 3 روز در مسجد پیغمبری خدا دیگر راستا نماز خوانده نمیتونستم. مردم گمان میکردن ابو هریره دیوانه شده است، لیکن من دیوانه نبودم، والله که من گرست نبودم، چیزی نبود. روزی میگوید شب بود، یک قسم شب بود، از خانه بیرون شدم، در خانه چیزی یافت نشد، گرسنگی مرا خیلی وزنین آمد، مشکلات بالام پیدا کرد و از خانه بیرون شدم با امید که شاید یگان مسلمان چیزی برای من یافت کند. مادام یک قسم شب که گذشته بود، بیرون کوچه برآمدم، نگاه میکنم 6 نفر دیگر در قد یک کوچه حلقه نشستگی هستند. نزدیک آنها رفتم، ابو هریره حکایت میکند، نزدیک آنها رفتم و پرسان کردم ای دوستان خدا، ای همنشین های پیغمبر، چی شما را مجبور ساخت که در این یک شب شما خانه های خدا ترک کردین؟ آنها گفتند ابو هریره، خوب میشد که ما از زبان تو میشنیدیم، تو را چی مجبور کرد که بیرون از خاندان شدی؟ ابو هریره گفتن قسم به عظمتی و بزرگی خدایی که ابو هریره را آفرید و خلق کرد، چیزی که مرا از خانه بیرون کرد این گرسنگی بود. با امید او من بر کوچه برآمدم تا که مسلمان یاف شود که چیزی برای من نصیب بگرداند. این 6 نفر هم در برابر آواز ابو هریره چی گفتند؟ ابو هریره، قسم بر آن ذاتی که محمد را با حقیقت آفریده است و فرستاده است،
ما هم از همین سبب بیرون از خاندان شدیم. بین صحابه های پیغمبر خدا در کدام حالت قرار داشتند؟ یافتن مال حرام آسان بود، لیکن در حالت وزنینی هم به حرام نزدیک نمی شدند. فقط از وجه حلال می خواستند چیزی یافت کنند و بخورند، زیرا می دانستند که رسول اکرم گفته بوده است کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا بهی، تمام جسد، کدام جسدی که از حرام آب و تاب میابد، اون جسد زیبنده آتش دوزخ است. این حدیث پیغمبری خداست. اونا این حدیث هم میدانستن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یک جای خانه پیغمبری خدا میریم و این شکایتی گرسنگی را نزد ایشان میکنیم، شاید به ما و شما چیزی نصیب بگرداند. یک جای آمدن نزد پیغمبری خدا، در این آفتاب تابانه تق تق کردن. حضرت نه شب خواب بود و نه روز خواب بودن، غمی اومد، عبادت. حتی عایشه صدیقه میگه چنان پیغمبر شبها نماز میخوان، کفهای زانوی پیغمبر به زانوی آدم مانند نبود، مگر میگفتی پای شتر است، این قدر ورم میکرد. میگفتم پیغمبری خدا، تو را خداوند اول و آخری گناه تا بخشیده است، این قدر عبادت بهر چیست؟ حضرت میگفتن یا عایشه هل اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکر کننده نباشم؟ حضرت عبادت میکردن، در راه کشادن، نگاه کردن، هفت صحابه پیغمبر خدا نزد دروازه حضرت ایستادگی هستند. گفتن مقصد، مطلوب در این سه یکی شب چی آرزو دارین؟ گفتن حضرت گفتن گرسنه ماندیم، نزد دربار شما آمدیم. رسول اکرم در حال جیغ زدن، یک کاسه خرمای را میگد نزد پیغمبری خدا آوردن و حضرت هر کدام اونها را میگد دو دانه داد. ابو هریره میگوید دو دانه هم بر من داد، دو دانه خرما چی میشود؟ دو دانه خرما داد و گفت از پس این یک ظرف آب بنوشین تا سحر، این برای شما کفایت کننده. ابو هریره میگوید یک دانش خوردم و یک دانه دیگه میگه در جای بی خود گذاشتم، زیرا که مادرم هم حالش خیلی وزنین بود. برای مادرم، مادرش مسلمان شده بود، من قصه مادرش بر شما جمعه پیشین گفته گذاشتم. رسول اکرم میگه وقتی این حالت از من دید، گفت ابو هریره چرا دانه خرما را پنهان کردی؟ گفتم بهر مادرم. گفت و یک خور گفت این دو دانه دیگر با داد ایره برای مادرت ببر. چگونه یک پیغمبری مهربانی داشتیم؟ غم همه را میخرد، لیکن ما و شما امتی بی‌پروا هستیم. در قدی راه ابو هریره میگوید روز میگد من از گرسنگی زیاد میگد دیگر از جام قائم شده نمیتانستم. در راه افتیده بودم، بناگاه نگاه کردم که ابو بکر صدیق از بالا آمده ایستاده است. وقتی راستی منده که آمد ایشان من کردم، گفتم ابو بکر یک سؤال میگه از قرآن دادمش. راستی بار میگد یک بهانه بود، ابو بکر من خاطری او من کردم که تا که مرا همراه خودش به خانش برد. مقصد من سوال دادن و جواب گوش کردن نبود، مقصد من همین بود که تا که ابو بکر مرا همراه خود به خانش برد. لیکن ابو بکر که از خانه خودش درکدار بود که در خانه چیزی نیست، میگه به من توجه نکرد. از پسی او عمر آمد، عمر ده میگه همچنان شکایت کردم، سوال دادم. عمر هم که در خانهش چیزی نداشت، حضرت ها چیزی نداشتند. در حالتی که عمر در خلافت نشسته بود، وقتی خواستگار به خانه علی روان کرد، دختر علی گفت من عمر را نمیگیرم. برای چی نمیگیری؟ برای نان عمر خورده نمیشود، سخت است. حالت مشکلات. عمر میگه گذشت. بعد از اون میگه پیغمبری خدا میگه نگاه کردم که از پس ایشان آمده ایستاده است. براستی من که رسید آثار گرسنگی را در چهره من مشاهده کرد، گفت ابو هریره از پس من به خانه من بیا. از پس پیغمبری خدا میگه به خانه رسول اکرم داخل شدم. یک ظرف میگه پر از شیر بود پیش من آورد و گفت اول گفت ابو هریره پیش از آن که تو این شیر را می نوشی
رفته اصحاب صفه را، اون کسانی که در مسجد حلقه نشسته بودند، اونها را هم دعوت کن تا که از این شیر تناول کنند. میگه من داخل شدم، در راه وقتی آمدم خیلی غمگین شدم، یک ظرف شیر چی میشود؟ اصحاب صفه 10 نفر 20 نفر است، برای من اون قدر میرسد که من قوت پیدا نمیکنم. لیکن امر پیغمبر خدا بود، آمدم اصحاب صفه را میگه گرفته آوردم، رسول الله در دست من ظرف داد که یک یک تقسیم کن و هر کدامی او میدادم. این معجزه پیغمبر بود، با سیری میگم مینوشید، باز میگرفتم در دست دیگرش میدادم. همچنان همه اونها که انجام یافتند، پیغمبر خدا به سوی من تبسم کرد و گفت ابو هریره فقط تو ماندی و من ماندم. گفتم بله پیغمبر خدا. گفت بنوش. میگه یک نوشیدم، چنان نوشیدم که یعنی یک بدن من حس پیدا کرد، یک قوت در وجود من پیدا شد که من شیر نوشیدم. وقتی باز دراز کردم، ابو رسول الله گفتند ابو هریره باز بنوش. باز نوشیدم 4 بار 5 بار. پیغمبر خدا گشته و برگشته بر من میگفت شیر را بنوش، شیر را بنوش. از اون حالت و از اون سخنی که من در راه در دل خود گذرانیده بودم، پیغمبر خدا آگاه شدند. در آخر گفتم پیغمبر خدا قسم به بزرگی خداوند، این که دیگر راه شیر نوشی ندارم، سیر شدم. پیغمبر خدا میگه آخران خودش بد نوشید. بین این گونه مشقت ها و مصیبت ها را اصحاب پیغمبر خدا از سر گذرانیدند. از این خاطر به سر کدام ما و شما اگر چی مشکلات می آید، اینها را پس سر کنیم، اینها را برداریم، تحمل کنیم. در حال برای 4 سومی که یک ماه یا 1 ساله یا 10 ساله ما و شما قناعت می کردگی، دینهای خود ما را دیگرگون نکنیم. در حال تسلیم در پیش هیچ دشمنی از خدا نشیم. همین حضرت چی گفتن؟ ابو هریره گفتن پیش از آنی که 7 حالت شما گرفتار می شوین، باید که به عملهای صالح حرکت کننده باشین. یعنی چی قدر می توانین در حیات خودتان در عملهای صالح به حد به سرعت باشین، حرکت کنین. هر ساعتی که از شما برای شما موافق می آید، کاری کنین که در عمل صالح انجامش بتین. برای چی؟ زیرا که 7 حالت بالای شما می آید. یکم گفتن الا فقرا منسیا، شاید که شما کمبغل شین، شاید شما فقیر شوین و حالت فقیری چنان حالتی هست که شما را پریشان خاطر می سازد، شما را فراموش خاطر می سازد، شما را سرگردان می سازد، دیگر به عملهای صالح شما چنگ زده نمی تانید. در اصل فقیری خیلی کاری مشکل است. در فقر صبر کردن هم این کاری هر یک بنده مؤمن نیست، خیلی حالتی مشکل است. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. نطفه فرزند نر در پشت مردی قرضدار، یا عرق گردد بریزد یا زیغم دختر شود. خیلی مشکل است. لیکن رسول اکرم فقیرها را گفتن شب معراج اطلعت فی الجنه فرأیت اکثر اهلها الفقراء. من شب معراج وقتی که جنت سیر کردم، در داخل جنت اکثر اهل جنتی ها را دیدم که فقیرها بود، کمبغل ها بود. اوغینا مطغیا، حضرت گفتن یا شاید که شما بای شوین. رسول اکرم میگوید شاید ای امتی من شما بای شوین، با دولت شوین و مطغیا سرکش شوین، دیگر عملی صالح را انجام دادن نمیتونید. چگونه ای که امروز صاحب دولت، صاحب سولت میشوند و طغیان میورزند، از خدای خود انکار میکنند، بجز عملهای قبیح و عملهای خطا به عمل صالح چنگ نمیزنند تا وقتی که با دولت چه خدا نگیرد از دستش. او مرزن مفسدن،
گفتن سیم حالتی که شما البته دوچار میشین این است که شاید که شما بیمار شوین، اعضاهای شما فرسوده میشود، شما قوت دیگر عمل صالح کرده نمیتوانید. چهارم، من مختصر برای شما میگذرم، او هر من مفندن، یا شما شاید که پیر شوین دیگر آن عبادتی را که شما در جوانی، آن عمل صالحی که در جوانی کرده میتونستین در حالت پیری کرده نمیتونید. مویسفیدهایی که در جمعیت ما هست، شما برای حقیقت این حدیث پیغمبر خدا از اونها پرسان کنین چگونه عبادت میکنن. به فرض گر رسی بر پیری ای یار، سعدی میگد، به فرض گر رسی بر پیری ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار، دیگر ندارن طاقت. اون عبادت و اون عمل صالحی که شما جوانها در این جوانی میکنین، در پیری دیگر او را به جا آوردن نمیتونید. او موتن مجهزن، عملهای صالح را انجام دهید. پنجم حالتی که بالای شما میاد این است که مرگ هست، که وقتی شما دوچار چنگال مرگ شدید دیگر عمل صالح کردن نمیتونید. او دجال فشر غائب ينتظر، ششم حالتی که بالای شما میاد این دجال است، دجالی که تمام دنیا را سیر میکند، تمام مردم را گمراه میکند، بغیر مردم مکه و بغیر مردم مدینه دیگر تمام مردم از این دجال خلاص نمییابند. این حالت هم گفتن شاید بالای شما بیاید و شما دیگر عمل صالح را انجام داده نتونید. او ساعت فساعت ادها و امر رو، هفتم حالتی که شما دوچار میشین این قیامت است، گفتن پیغمبر که خیلی روزی آزمودن و خیلی روزی بزرگی هست، از این خاطر بادرو بالاعمال، در عملهای صالح چی قدر می توانین حرکت کننده باشین. چگونه ای که ما و شما در یک کار دنیاوی چقدر سراسیمه هستیم، کاری میکنیم که تیزتر کاری همیمروز انجام بیابد، در عملهای صالح هم باید ما و شما همچنان باشیم. برای چی من عمل صالح را برای شما اولی سرسخن در آغاز کردم؟ زیرا رسول اکرم نشانه قیامت سر میکنیم. چی میگوید؟ خود ابو هریره باز روایت میکند از رسول اکرم، یتقارب الزمان، زمان میشود، گفت پیغمبری خدا چهل زمان است، ینقص العمل، قیامت قائم نمیشود تا زمانی که زمان بالای شما میآید که دیگر عمل صالح شما انجام نمیدهید، تمام عمل صالح از بین مردم برداشته می شود. همه مردم دیگر چیکار میکند؟ فقط کاری که خلاف شریعت است به همو دست میزند. ینقص العمل، گم می شود عمل صالح تمام، دیگر هیچ کس، نماز نیست، زکات نیست، حج نیست، روزه نیست، احترام پدر و مادر نیست، آمدن مسجد نیست، همه اینها از بین برداشته می شود. پیغمبر میگوید این یکی از نشانه های قیامت است. و یلقى الشح و تظهر الفتن، دیگر نشانه قیامت پیغمبری خدا گفتن حرص زیاد می شود، حرص در بین امت من به نهایت می افزاید، بدبینی، بخیلی، حرص گفته بخیلی را میگن، بدبینی را میگن، کینه را میگن، عداوت را میگن، اینها گفت در بین امت من زیاد می شود. در اصل اگر امروز ما در همین زیر این کلمه اگر قرارم دهیم خطا نمی کنیم. امروز چگونه بدبینی ها هست، چگونه بخیلی ها هست، چگونه کینه و عداوت، چگونه قهر کردن، همه اینها الحال در زمان ما و شما چی شد؟ فاش شد، آشکار شد. حالان که رسول اکرم میگوید ایاکم والحسد، ابو هریره روایت میکند، از خدا بترسین و در حق هیچ برادر مؤمن حسد نورزین، بخیلی نکنین. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، پیغمبر خدا گفتن زیرا این که بخیلی شما، حسد شما
نیکی های شما را میخورد، چگونه ای که آتش هیزم را میخورد، چگونه ای که آتش هیزم را میخورد، نیکی های شما باقی نمیماند. وقتی که شما با یک برادر مؤمن شما چکار میکنید؟ حسد میورزید. رسول اکرم میگه ولا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغضو ولا تدابرو و کنو عباد الله اخوانا. امتان من حسد نورزین، که نو عداوت با یک دیگر نکنین. وقتی خرید و فروش میکنین، یک برادر تا در خرید و فروش فریب و خیانت نکن. ولا تدابرو، با یک دیگر قهری نکنین، از یک دیگر رو نگردانی، بلکه چکار کنین؟ کنو عباد الله اخوانا، همه شما بندگان خدا باشین، با یک دیگر با عیسی که برادر باشین. المسلم اخو المسلم، پیغمبر میگوید مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه ولا یخذلوه. باید مسلمان مسلمان را خار نسازد، مسلمان مسلمان را تحقیر نکند، مسلمان مسلمان را ظلم نکند. میگوید پیغمبر کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. خون مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان برای یک مسلمان دیگر حرام است. حضرت کرخی که با کرخی مشهور است حکایت میکنن، برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادر مؤمن کم نمی شود، زیرا خدا می گوید تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خار میکنم کدام بنده ای را که می خواهم من خار میکنم، و آب رو می بخشم هر بنده ای را که می خواهم من میکنم. هیچ کس نمی تواند این را کرده. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکیهاتان از دست میتونید خلاص. کرخی میگوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا میگه من کرخی را دیدم، حضرت کرخی میلرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمیپوشید؟ تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرا و مسکینها نلرزد. حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لکن دست نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرای خود در برابر اونها با یک لباس خالی می ایستم، می لرزم، تا که اونها هم لرزیدن من هم می لرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من می رسید من برای همه اینها لباس می خریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارن، من وقتی می پوشم بدن من آرام گیرد و بدن من، بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمی شود، من هم برابر اینها بدن خدا می لرزانم و در خنکی طاقت می کنم. حضرت یوسف می گوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لیکن دائم روزه می گرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی، چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم، پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام میافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند، من هم چکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خود به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. روزی میگد حضرت عمر نزد پیغمبر خدا آمد و شکایت کرد یا رسول الله، حضرت علی با ایسا که پیش از من بر من سلام دهد
وای بر من سلام نمیدهد، میستد تا من بر وای سلام ندهم، وای بر من سلام نمیدهد. پیغمبر خدا، علی در 30 سال از من خورد است کو. رسول اکرم میگد علی را فیراد کردن، علی چرا تو با عمر در اول سلام نمیدهی؟ حضرت علی چی گفتن؟ گفتن پیغمبر خدا، دوست داشتم که برای عمر نصیب بگردد، دوست داشتم که همین افعال، همین فعل عمر بر من انجام دهد تا که آن قصرهای بهشتی را عمر صاحب شود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علی. تمام محدث در این حدیث اتفاقن، ایمان شما کامل نیست تا وقتی که یک آن چیزی را که برای خودتان دوست می‌دارین برای برادر مؤمنتان دوست ندارین. این گونه باید ما و شما برادر باشیم. هر جا یک بنده خدا ترس هست، بنده کلمه گو هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول، میگوید وای برادر ماست. و یلقی الشح و تظهر الفتن. سیم نشانه قیامت پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن فتنه ها زیاد می شود. فتنه چگونه خدا در قرآن می گوید اشد من القتل، از قتل دیده فتنه وزنین تر است. فتنه ها بی نهایت زیاد می شود. سیعتی زمان علی امتی، یک زمان بر بالای امت من می آید. لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرتون و هی خراب من الهدى و عن ذکر الله، علماؤهم شر من تحت ادیم السماء، تخرجو من عندهم فتنه و فیهم تعود. حضرت علی گفتند از نام پیغمبر خدا زمان می آید. چگونه زمان است؟ اسلام را فقط نامش می ماند، از اسلام عملش دور می گردد. در اصل نماز می خواند، دیکی نمی داند چی خوانده ایستاده است. زکات می دهد، نه از برای خدا. حج می کند، نه از برای خدا. فقط همون نام اسلام می ماند و خلاص. و از قرآن چی گفت پیغمبر خدا؟ زمان می آید همین قرآن صورتش میماند لکن عملش از بین دور میشود. میگوییم کتاب ما قرآن است لکن عمل ما و شما عمل شیطانی میگردد. دیگر بر گفته های خدا نه، کتاب پوشیده است، با گفته های شیطان ما و شما عمل میکنیم. امروز خودتان مقایسه کنین، عمل های خودتان در ترازوی عقل خودتان بسنجین، کدامش با قرآن موافق است، کدامش با قرآن موافق نیست. اینا پیغمبری خدا گفتند. و در دوام گفتند زمانی می شود که مسجد سازی بی نهایت زیاد می شود، زیاد مسجد می کنند، لکن چی است؟ لکن خالی هست از هدایت، خالی هست از ذکر خدا. مسجدها هستند، زیبا هستند، لکن داعی ندارند، دعوتگر ندارند، فقط زیب و زینت دارند و خلاص. بدترین مردم گفتن پیغمبر خدا در دام این حدیث کیا هستند؟ عالم های همون زمانه هستند. عالم ها گفتند بدترین مردم همون زمان هستند. برای چی بدترین هستند؟ زیرا از نزد اونها میگد پیغمبر خدا فتنه میخیزد و فیهم تعود، لکن الحمدلله که در سر خود اونها میزند. از نزد عالم فتنه میخیزد، با در سر عالم انجام مییابد. البته عالم ها هست، عالم هایی که فتنه انگیزی میکنن، هست عالم هایی که نامش عالم است لکن از شیطان دیده بدتر است. این من اشراط ساعه. دیگر پیغمبر خدا چی گفتن؟ دیگر از نشانه قیامت گفتن پیغمبر خدا چی است؟ یرفع العلم و یثبت الجهل.
و یشرب الخمر و یظهر الزنا و یکثر فیها الحرج قیل و ما الحرج قال القاتل القاتل القاتل. پیغمبر خدا در این حدیث دیگر چی گفتند؟ که راوی این ابو سعید خدری هست میگوید دیگر از نشانه قیامت این است که علم برداشته می شود. جهل، نادانی، گمراهی فراوان می شود. عرق نوشی آشکارا می شود. زنا هم مثل عرق نوشی آشکارا می شود. یعنی چگونه که الحال در خانه مسلمان های ما و شما عرق نوشی می شود، در روزه معرکه های ما و شما آزاد آشکارا عرق می نوشند، روزه می شود گفت پیغمبری خدا که زنا هم گفت در نزد تو انجام می یابد. با چشم خود تو زنا را میبینی، دیگر هیچ توجه نمیکنی، مثل که امروز عرق مینوشند چگونه نگاه میکنیم. برای ما و شما هیچ مشکلاتی نیست، هیچ قدام ما و شما را آزار هم نمیدید، زنا هم گفت زمانی میشود همچنان رواج میگیرد که در راهی که تو رفته ساده در همون راه زنا کردیستن در پیش چشمت همچنان زمان میشود. و گفتن رسول اکرم حرج زیاد میشود. پرسان کردن پیغمبر خدا حرج چیست؟ گفتن قتل قتل قتل. آدم کشی زیاد می شود، آدم کشی زیاد می شود، آدم کشی زیاد می شود. به نهایت آدم امروز هیچ قدر ندارد، علل خصوص مردم مسلمان که امروز زیر تحقیر دشنام و کشتار تمام دشمنهای اسلام قرار گرفته است. لیکن چگونه ای که روز عید در این مسئله برای شما یک گوشزده کردیم، ما مانده نمیشیم، ما خسته نمیشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. البته خداوند اندیشه ما ده هست. زمان میشود چگونه ای که حدیثی که در دیگر نشانه های قیامت بر شما خبر دادم که حتی سنگ فریاد می زند یا مسلم خلفی یهودیون، در پشت من یهودی است، در پشت من دشمنی خداست، فقتله بیا و یا قتل کن. این زمان می آید. رسول اکرم گفتن علم برداشته می شود. عبدالله ابن عمر ابن العاص می گوید چگونه علم برداشته می شود؟ رسول الله گفتن لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوا من العباد. خداوند علم را از سینه های ما و شما کشیده نمی گیرد. روز می شود که ما و شما عالم هستیم، دانا هستیم، سحر می خیزیم همه ما و شما گمراه و جاهل هستیم. این پیغمبری خدا گفتن سحر می خیزی همون عالمی که تمام علم در نزد او ظاهر بود، در وجود او بود، سحر میخیزد از او در دیدن نادان تر نیست دیگر. رسول الله را سوال کردن چگونه میشود؟ گفتن خداوند علم را از سینه های شما کشیده نمیگیرد، بل یقبض العلم بقبض العلماء، بلکه علم را چنان میگیرد که عالم ها را همه را هلاک میکند، همه عالم ها از بین شما برداشته میشود. اونها به مرگ الهی از دنیا میگذرند. مادامی که عالم در بین مردم که نمان، مردم چی میشود؟ چی میشود؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم جاهل ها را گفت پیغمبر خدا پیشوای خود میسازند، امام های خود و پیشواهای خود آدم های جاهل میشوند. فسویلو، و از این قوم کسی میخیزد اون جاهل را میگه سوال میکرد، یک فتوای میپرسد. فافتوا بغیر علم فزلوا وعزلوا، اون جاهل در حال یک سوال است، یک جواب نادانانه میدهد که اون جواب نه در قرآن است، در احادیث است. رسول الله گفتن فزلوا وعزلوا، اون شخص که خود جاهل است لیکن این مردم هم جاهل میگرداند. زمانی میشود اینها هم پیدا میشود است. اینم اشیاء است، اینم از اشراط ساعت است.
امروز همون جهلای ما و شما، بعضی از جاهلا در ما و شما پیشوا هستند. باور کنین بعضی مسئله ها را جوان ها میاین بر ما خبر میدهند که ملای ما هم تا گفت، از یک جانب انسان خنده میگیرد، از یک جانب انسان در غضب میشود که نخواهد که همین مسئله را چنان برای شما بیان کرده باشد. بچی مینازد بچه فلانی است، پدرش فلانی است، دادرش فلانی است یا مادرش فلانی است، اینها دیگر ناز ندارند، با اینها نازیدن دیگر لازم نیست. شاعر میگوید به بالی خیش باید کرد پرواز، به بالی دیگران نتوان پریدن. انسان باید به بالی خودش پرواز کند، انسان باید که به محنت و زحمت خودش پرواز کند، نه مثال پدرم فلانی بود، مادرم فلانی بود. خدا رحمتشان کند. تو هم حرکت کن مثل پدر و چاو، تو هم حرکت کن مثل برادر و چاو. لا تقوم ساعه، دیگر نشانه قیامت پیغمبر گفتن، یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانه. این در بخاری هم روایت می شود. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن دیگر نشانه قیامت این است که یک مرد به پیش قبر یک مرد دیگر میگذرد و به سوی قبر همان مرد میگوید ای پروردگار، کاش که مکان من همین مکان برادرم باشد. این از حساب مشقت و از حساب خیلی بی‌عدالتی ها و گمراهی ها آدم ها خسته می شوند، حتی تمنا می کنند که خدایا ما را داخل قبر بگردان. از زندگی بیزار می شوند، از زندگی مانده می شوند. زمانی می شود گفتی اینم بالای امت من می آید. اینا چند حدیثی که الحال به سمع شما رسانیدم، اینها همه نشانه های خرد قیامت هستند. الحال من برای شما نشانه های کلانی که رسول اکرم بیان کردن، لا تقوم ساعت حتى تكون قبلها عشر آیات، اینا برای شما بیان میکنم. پیغمبر خدا روزه میگد گذر کرد، بناگاه صحابه های پیغمبر در باب قیامت بحث داشتن، یعنی از آمدن قیامت و از واقعه های قیامت صحبت داشتن. پیغمبر خدا میگه گشته به سوی ما گفت قیامت قائم نمی شود تا وقتی که اگر 10 نشانه بالای شما نیاید. این نشانه هایی که الحال برای شما میگویم، اینها نشانه های کلان میگویم. اینا چی هستند؟ طلوع الشمس من مغربی ها. یکون پیغمبر خدا گفتند سمت آفتاب دیگرگون میگردد. امروز آفتاب از جانب مشرق می براید، در مغرب غایب می شود. روز قیامت که شد، همان روزی که قیامت قایم می شود که خیلی روزی دراز است، آفتاب از پس پشت من می براید، از این جانب حرکت می کند. سمت آفتاب گفت پیغمبر خدا دیگرگون می شود. ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. پیغمبر خدا گفتند درگاه پروردگار شما کشاده هست روز تا بیگاه، برای کیها؟ برای کسایی که در روز گناه کردند. خدا میگه دروازه من کشاده است، کدام شما طلب مغفرت میکنید من شما را مغفرت میگردانم. درهای رحمت من میگوید خدا از شب تا به روز کشاده است، کدام شما توبه میکنید، کدام شما داخل درگاه میشوید من شما را به بندگی قبول میکنم. در دوام پیغمبر خدا چی گفتند؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تا وقتی که آفتاب از مغرب می براید توبه بنده مؤمن خدا قبول می کند، لیکن وقتی آفتاب برآمد در توبه بسته می شود. تمام.
دیگر او روز کدام ما و شما زاری کنیم، تولا کنیم، حتی خودمان قتل در راه خدا کنیم، دیگر فایده ندارد، دری رحمت بسته می شود. پیش از آنی که این آفتاب از جانب مغرب می براید، ما و شما باید که ما و شما به سوی خدا توبه کننده باشیم، ما و شما به سوی خدا برگرنده باشیم. این یکم نشانش است. دویم چی گفتن؟ دویم گفتن و دابت الارض و جانور از زمین می براید، جانور از زمین می براید. میگذاریم در سوره نحل آیت 82، نمل، سوره ای که به نام مورچه خداوند در قرآن ذکرش میکنن، نمل گفته مورچه را میگن. در آیت 82 همین از دابت الارض، الحال ما و شما را خداوند شناس میکنن دابت الارض چیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلموهم ان الناس بآيات كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. خدا میگوید وقتی که فساد، فسق در روی زمین که زیاد شد، دابة الارض از زمین میبراید، دابة الارض میبراید. در دوام میگوید خداوند تو کلموهم، این دابه با مردم سخن میگوید، کانو بی آیاتنا لا یقنون، لکن این کافران و این منکران قیامتی که بودن به نشانه ها و به روز قیامت من باور نداشتند. دابه چی هست؟ دابه جانور میگن. در شکل دابه خیلی اختلاف های زیاد است که دابه چگونه هست. صاحب تفسیر قرطبی که حضرت میگوید این دابه الارض همان شطور حضرت صالح است که از پیغمبر خدا سوال کردند دابه الارض از کجا میبراید، گفت از مسجد خیلی خیلی بزرگ و خیلی در نزد خداوند با قدر و با قیمت. این اشاره محدثا به چی کردن؟ به خانه کعبه کردن. دابه همون جانور از همون مکه مکرمه می براید، از بین کوی صفا می براید، به یک روایت از محراب مکه می براید. شکلش می گوید، بعضی مفسران می گن مثل اسب است، از چهار طرف میگد زبان دارد و به مردم فقط کارش نصیحت است و در دستش میگد حدیث پیغمبری خلاص، حدیث صحیح است، ترمذی روایت میکند که در دستش میگد عصای حضرت موسی دارد و در یک دستش چله حضرت سلیمان است. وقتی نزد کافر ده میگد نزدیک میشود، همان مهر میگه در پیشانیش میگذارد، چهره کافر سیاه میشود و نویسانده میشود هذا کافر، این کافر است. وقتی عصاش میگه نزدیک آدم مؤمن میارد، وقتی میگه نزدیک به پیشانی مؤمن میگذارد، چهره مؤمن روشن میشود و نویسانده میشود این مؤمن است. دیگر لقب میگه در همون زمان از بین برداشته میشود، مگر یکی را چگونه فریاد میکند، آدم هایی که روسیا هستند، آدم های روی سفید اونها را دوزخی میگویند، و آدم های روسیا باشد، آدم های روی سفید را بهشتی میگویند. فقط یک لقب میماند، روسیا، دوزخی و بهشتی، خلاص. خیلی اندازه کلان هم دارد بعضی از مفسرها میگد، و چون خیلی تیزده هم هست، یک شعر از حضرت جنونی در همین باب حضرت نویساندن، در باب همین دابت الارض، میخواهم که گوش اندازین. که گردد خارج از محراب مکه به شکلی بلعجب تنها و یکه، چو هر عضوش به هر مخلوق مانند،
چو هر عضوش به هر مخلوق مانند، پره دارد چو مرغی دایه خانند. پرش تا عرش رفته در کلانی، دومش اندر سریا ارزسانی. و او با ربع مسکون چار روی است، به هر چارش زبان در گفتگو هست. زبانهایش به وعظی خوش فصیح است، به مردم کار او پند و نصیح است. بگوید ای مسلمانان شد آخیر، گذشت دنیا شما در راه مسافر. این دابه همین هم میگفته است، ای مسلمان ها همه آگاه باشین که دنیا به آخر رسید. تمام دکان ها را بسته کنین، عیش و عشرت را بسته کنین، هر اعلانی توی داشتین، خدایی داشتین، اونها را بسته کنین، منتظر شوین که زمین در لرزه می در آید. این ساعت آخر قیامت است. آفتاب وقتی که از مغرب میگد می آید، در بین آسمان می رسد، نصف روز می شود، دابت الارض در همین نصف روز می بر آید. که گفتیم قرطبی می گوید این همون ناقه صالح است. حضرت صالح را شما قصهش اگر می دانسته باشین، و این معجزش همین بود که یک شطور در بین مردم چکار کرد، از داخل سنگ با قدرت الهی به مردم عطا کرد تا که وای یک روز آب میخورد، یک روز شیر میداد، با همراهی خود یک بچه داشت. چندین سال شیری وای خوردن، عاقبت این قوم نافرمان مصلحت کردند که این شطور را باید کشتن در کار. چندین بار حضرت صالح خبر داد شطور را نکشید، بالای شما عذاب می آید. لکن این قوم سرکش مصلحت کردند شطور را در وقت همون آب نوشیش به قتل رساندند، و فرزند همون شطور در اون زمان دویده از همون سنگی که قطی مادر برآمده بود، همراه مادرش برآمده بود، در همون سنگ در آمده بود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید همون دابه ای که خدا میگوید میبراید و مردم در پند و نصیحت میکند، سخن میگوید، حیوان است لکن با قدرت خداوند با زبان انسانی گپ میزند، همین همون فرزند شطور است میگوید. این در خدا خودش داناست چگونه است، زیرا خیلی اختلاف های زیاد در حدیث ها و در تفسیرهای قرآن است، لکن خلاص همین است که این دابه بعد طلوع آفتاب چکار میکند؟ میبراید. بعد این چی هست؟ دخان. دخان است. دیگر نشانه قیامت پیغمبری خدا گفتن دخان است. دخان چی هست؟ دخان گفته دوده میگن، که مخصوص همین دخان در قرآن سوره دخان موجود است. آیت دهم و یازدهم این سوره دخان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس هذا عذاب علیم، صدق الله العظیم. خدا میگوید محمد منتظر شو، منتظر شو روزی را که این آسمان را یک دود فرا میگیرد. یخشن ناس، مردم بیهوش می شود، هز عذاب علیم، این دود نیست بلکه این عذاب خداوند هست. روز می شود که این آسمان که الحال ما و شما با حضور دل به ستاره های او نگاه میکنیم، اینها را دیگر دیده نمی شود، دود فرا می گیرد. چنان دود هست که پیغمبر خدا گفت بنده مؤمن را زکام میکند، لکن کافیر ورم میکند. همان روز، کدام روز است؟ خدا خودش داناست. اون روز آمدنی هست. بعض مفسرهای ما و شما گفتند این دخان، این نشانه قیامت در دوره های پیغمبر الکی ظاهر شده بود. وقتی که قریش پیغمبر خدا را اطاعت نکردند، پیغمبر خدا دعا کردند پروردگارا، چگونه ای که 7 سال در دوره های حضرت یوسف قحطی آمده بود، همون قحطی را در بین مردم قریش نصیب بگردان، زیرا اینها همه سرکش شدند، اینها مرا اطاعت نمی کنند. و همان دود میگد بالای همان مکه مکرمه را فرا گرفته بود،
که مردم میگد چنان میگد قحطی آمد، چنان گرسنگی آمد که حتی استخوان‌ها را میده کرده می‌خوردند. نزد رسول اکرم آمدند، پیغمبر خدا را گفتند پیغمبر خدا دعا کن تا که این دود از بالای ما دور شود، ما به خدای تو ایمان میاریم. لیکن خداوند با سبب این دعای پیغمبر دود را دور کرد و گفت پیغمبر تو یک معجزه تیار هستی، اینها به تو ایمان نمیارند، به دور کردن دودی من هم ایمان نمیارند. بعضی مفسرها بر این هم هستن که این دود در زمانهای پیغمبری خدا علکه یک نشانش گذشت. لیکن ابن کثیر که خیلی تفسیری با قوت هست، این میگوید نه، میگه نگذشته است. این دود هم یکی از نشانه هایی هست که پیش از آمدن همین قیامت و بعد برآمدن دابت الارض میگد این چکار میکند، این پیدا میشود. دیگر چی هست؟ دیگر سلاس و خصوفین، خصفون بالمغرب و خصفون بالمشرق و خصفون فی الجزیره العرب. پیغمبر خدا گفت بعد من طرف مشرق طرف مغرب فروروی زمین ها سر می شود. یعنی شهرهای هستند که در طرف مشرق و شهرهای هستند در طرف مغرب و شهرهای هستند که در جزیره های عرب زندگی دارند، همگی زمین اینها را فرو می برد و اینها غایب می شوند، دیگر ناپدید می شوند. عایشه صدیقه می گفت گفتم پیغمبر خدا وقتی اینها را زمین فرو می برد در بین اونها آدم های صالح وجود ندارد؟ رسول الله گفتند وجود دارد، لیکن عدد آدم های فاجر زیادتر است. آدم های بد، آدم های ناخوب، آدم های کافیر در روی دنیا زیادترند نظر به آدم های صالح، و اینها را چکار میکند؟ زمین فرو میبرند. و دیگر نشانه را پیغمبر خدا گفتند النار من الیمن من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر. در شهر یمن گفتن پیغمبر خدا یک آتش گفتن فواره میزند از چقرترین زمین به سوی آسمان بلند میشود. صحابه پرسیدن پیغمبر خدا وقتی این حالت اگر ما بینیم چیکار کنیم؟ رسول الله گفتن که بر شما باد که به طرف ملک شام برای خود اختیار کنید. این در یمن دیگر نیستین، بلکه شما ره سپار به سوی ملک شام شوید. خدا داناست که این علامت ها کی می براید، لیکن علامت دجال و علامت امام مهدی و نشانه حضرت عیسی که اینها هر سه قریب یک موضوع هستند، انشاءالله جمعه دیگر خدا خواسته باشد در این سه نشانه دیگری که بر شما بیان کردم انشاءالله صحبت میکنیم، زیرا که الحال وقتی ما و شما به انجام رسانید. از خدای خود دعا و طلب دارم که خدای مهربان ثواب این صحبت و ثواب این حدیث های پیغمبری خدا را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را از این روزهای خیلی دهشتناک نجات دهد و خداوند روز قیامت برای ما و شما خیلی روزی خوبی را خدای مهربان فراهم نصیب بگرداند. خدایا اهل این بندگانت چی مراد و چی مطلوب و چی مقصودی که دارند با فضل کرم خود خدایا برآورده خیر بگردانی و خدایا ما را براه راست برای اهدنا صراط المستقیم هدایت بفرمایی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.